با درود به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. سرتیتر خبرهای روز آلمان و اروپا و جهان رو به زبان آلمانی و ترجمه های فارسی با همدیگه در این ویدیو کوتاه مرور میکنیم. از شما ازتون دعوت میکنم که دویچ پرزیش تیوی رو در صفحات در پلتفرم های مختلف در از دنبال بکنید. اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام. دویچ پرزیش تیوی در دسترس شما هستش. همچنین به عضویت اینستاگرام دوم و یوتیوب دوم ما هم در بیاید. آلمانی با احسان و LearnwithEhsan آموزش همزبان زبان انگلیسی و آلمانی هستش. بریم سراغ سرتیتر خبرهای روز. ناخشتن 9.7.2021 9/7/2021. خبر اول: هرشتلا پلان درت ایمفونگ. تولید کننده ها برنامه دارن که سومین واکسن رو هم ارائه بدن، یعنی دوز سوم واکسن. BioNTech Pfizer wollen Daten vorlegen zur Auffrischung nach 6 Monaten. دو تا شرکت BioNTech Pfizer که با همدیگه این واکسن رو ساختن میخوان که اطلاعاتی رو ارائه بدن که نشون میده که بعد از 6 ماه نیاز به تجدید کردن، منظور زدن دوز سوم هم وجود داره. فولگین این چیزی رو ارائه کردن، روی میز گذاشتن، مطرح کردن. آفخیشون هم یعنی یه چیزی رو تازه بکنید، یه چیزی رو تمدید بکنید. پس احتمال اینکه دوز سوم واکسن رو هم بیاد خیلی زیاد هستش. هرشتلا هم یعنی تولید کننده. 7 Tage اینسیدنس بای 5,5. شاخص 7 روزه اومد رسیده به 5.5. laut RKI ist der Wert den dritten Tag in Folge gestiegen. طبق گفته روبرت کوخ اینستیتوت، عدد منظور شاخص در سومین روز پیاپی پشت سر هم رشد داشته، افزایش پیدا کرده. 949 نو اینفکسیون، 949 نفر هم جدید به این بیماری مبتلا شدند. Nahrungsmittelknappheit gestiegen. کمبود مواد غذایی افزایش پیدا کرده. Nahrungsmittel یعنی مواد غذایی. Knappheit، knap یعنی یه چیزی که کم و نادر هستش. Knappheit اسمشه و gestiegen هم یعنی در اینجا افزایش پیدا کرده. Neben der Pandemie laut Oxfam unter anderem auch der Klimawandel verantwortlich. در کنار پاندمی طبق گفته اکسفام تغییرات اقلیمی هم مسئول این موضوع هستش که مواد غذایی کم شده تو دنیا، منظورش هستش. کلیماواندل یعنی تغییرات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی، و verantwortlich یعنی مسئول چیزی بودن، دلیل چیزی بودن. Olympia ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. بازی‌های المپیک بدون تماشاچی یا تماشاگر برگزار خواهد شد. Nach der erneuten Verhängung der Corona-Notstands in Tokio haben die Olympia-Organisatoren den Ausschluss aller Zuschauerinnen und Zuschauer von den Wettbewerben in Japans Hauptstadt beschlossen. بعد از اینکه دوباره وضعیت شرایط اضطراری به دلیل کرونا در شهر توکیو اعلام شد یا اعمال شد، سازمان کسانی که بازی‌های المپیک رو برنامه ریزی می‌کنن تصمیم گرفتن که تماشاچی‌ها رو حذف بکنن از تمام مسابقاتی که در پایتخت ژاپن برگزار میشه. آوشلوس در اینجا یعنی کنار گذاشتن چیزی، یعنی حذف کردن به نوعی، و وتبورب یعنی مسابقه یا رقابت. هاپتشتاد هم یعنی پایتخت و زی هم داس بشلاسن یعنی این تصمیم رو گرفتند. ارگانیزاتورن به کسایی میگن که یه چیزی رو ارگانیزیرن میکنن یا برنامه ریزی میکنن. Impfzertifikat auch für Genesene. گواهی واکسیناسیون، همچنین برای کسانی که به این بیماری مبتلا شده بودند و حالا بهبود یافتند، برای بهبود یافتگان. Ab Freitag Nachweis nach überstandener Infektion und erster Impfung verfügbar. از روز جمعه گواهی یا مدرک برای کسانی که در از این بیماری مبتلا شدن و حالا überstanden کردن، یعنی ازش گذر کردن و حالشون خوب شده، بهبود پیدا کردن، و همچنین کسانی که دوز اول واکسن رو دریافت کردن در دسترس خواهد بود. اینفکسیون یعنی به بیماری عفونی یا مصری در از مبتلا شدن، و verfügbar هم یعنی چیزی در دسترس خواهد بود. Nachweis هم یعنی گواهی مدرک. «36.291 Corona-Tote in Deutschland». 36291 مورد فوتی در آلمان به دلیل کرونا وجود داشته یا ثبت شده منظوره. 2020 sind laut Statistik 30.136 Menschen an und 6.155 mit dem Virus gestorben. خبر مهمی بود دوستان عزیز که امروز منتشر شد. میگه که سال 2020 طبق آمار 30136 نفر به دلیل کرونا، به دلیل مستقیم این بیماری فوت شدن، جون خودشون رو از دست دادن، و 6155 نفر نامشخص است که آیا دلیل فوتشون چی بوده. چون در اینجا میت یه نکته گرامری بهتون میگم دوستان، ما که میگن So, einer ist an etwas gestorben، یعنی دلیل مستقیم اون فوتش به فرض در اینجا کرونا بوده، ولی ما که میگن mit dem Virus gestorben یعنی طرف فوت شده، یه بیماری دیگه ای داشته و همچنین در بدنش این ویروس بوده یا به این در از آلوده شده بوده و نمیدونن که دلیل فوتش چی بوده. واسه اینجا mit اومده. پس طبق آمار نشون میده که 30000 نفر مستقیما به دلیل این بیماری فوت شدن و بیماری دیگری نداشتن، ولی اینجا که میت اومده یعنی اینکه طرف یه بیماری داشته، به این ویروس هم مبتلا بوده و حالا شاید دلیل اصلی فوتش همون بیماری اصلی خودش بوده یا مشخص نیستش که دلیلش چی بوده. پس الان بیشتر از 36000 نفر جون خودشون در آلمان به دلیل این بیماری از دست دادند. USA Todesfälle ohne Impfschutz. در آمریکا موارد فوتی، منظور اینه که کسانی بودند که واکسن دریافت نکرده بودند. Laut Seuchenbehörde sterben hauptsächlich nicht geimpfte an und mit Corona. طبق اعلام اداره یا وزارت مربوط به اپیدمی یا بیماری‌های همه‌گیر امریکا، بیشتر مواقع، اکثر اوقات، افرادی که واکسینه نشدند به دلیل و یا با کرونا فوت کردند. پس نشون میده که واکسیناسیون واقعا تاثیر داره که از جون آدم‌ها در برابر این بیماری محافظت بشه. رسیدیم به انتهای این ویدیو. امیدوارم شما از این ویدیو رو دوست داشتید. اگر اینطوری بوده، به دانش زبان آلمانیتون یا اطلاعاتتون اضافه کرد، حتما ویدیو رو لایک بکنید. نظر و انتقاد و پیشنهادتون رو هم همین زیر در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.